واقعا خجالت آوره که تستوسترون بدن ما از تمام نسل های قبلیمون پایین تره. هر مردی میتونه تستوسترون بدن خودش رو افزایش بده، اما کسی دنبال افزایش مردانگی و قوی تر شدن نیست. اما چرا در دنیای مدرن داشتن رفتار زنانه و تستوسترون پایین تبدیل به یک استاندارد شده و داشتن تستوسترونی به مراتب پایین تر از حد معمول گذشته الان کاملا عادیه؟ بهش فکر کن، سطح تستوسترون بدن تو از هر مرد دیگه ای در گذشته و تاریخ به طرز خجالت آوری پایین تره. تا الان شده بشنوی که پدر یا برادر بزرگتر شما به شما گفته زمان ما در مدارس مردها بسیار قوی تر، بزرگتر، عضلانی تر و پرریش‌تر بودن، که هر نسل داره بدتر و بدتر میشه. ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که تمام علم نوین و حتی گوگل به تو میگه تستوسترون بالا کشنده است و در سطح پایین قرار دادن تستوسترون عادیه. گوش کن، به عنوان یک مرد تستوسترون بدن تو رابطه مستقیم با مردانگی و رشد عضلانیت، انرژیت و کیفیت زندگی و حال خوبت داره و هر مردی باید تا جایی که میتونه به صورت طبیعی تستوسترونش رو افزایش بده. یادت باشه در صورت کمبود تستوسترون با مشکلاتی روبرو میشی، از قبیل کاهش حجم ماهیچه، افزایش چربی بدنت، بزرگ شدن سینه ها، اختلال در خوابت، خستگی دائمی و افسردگی و ابهام فکری تنها بخشی از آسیب های تستوسترون پایینه. هرچه مرد با تستوسترون پایین‌تر حال به همزن‌تر و قابل کنترل و ضعیف‌تر، وقتش تستوسترون بدنت رو برگردونی و بدونی چی داره نابودش میکنه. در این ویدیو میخوام 4 مورد که تستوسترونت آسیب میزنه رو با هم دیگه بررسی کنیم. شماره 1، خودارضایی. بارها و بارها تکرار کردم بیشترین آسیبی که یک مرد به خودش میتونه با دستای لعنتی خودش بزنه خودارضاییه. با خودارضایی کاملا ترشح تستوسترون رو توی بدنت متوقف میکنی. شماره 2، آترزین. در آب لوله کشی ماده شیمیایی به اسم آترزین داریم که اگر یک قورباغه رو در ظرفی از آترزین قرار بدیم، قورباغه نر ما به ماده تبدیل میشه که دانشمندا اسم این ماده رو گذاشتن ماده تغییر جنسیت. این اتفاق دلیل رفتارهای زنونه مردان امروز رو تا حدود زیادی توضیح میده و قبل از دونستن راه حل‌های اونا یادت نره صحبت برخلاف چیزی که سیستم میخواد باعث حمله به شما میشه، اتفاقی که برای خیلی از آدم ها افتاده و در نهایت برچسب توهم تئوری توته به شما زده میشه. پس ازتون میخوام تا جایی که میشه، تا زمانی که این کانال برای آگاهی و رشد تو وجود داره، ازمون حمایت کنی. شما به راحتی میتونید از تصفیه آب استفاده کنید یا آب معدنی مصرفی خودتون رو بخرید، که البته یادت نره مجدد از پلاستیک باید ترسید، چرا که پلاستیک هم باعث کاهش تستوسترون بدن ما میشه. شماره 3، استرس. اکثر مردم فکر میکنند استرس برای تستوسترون بده، اما متوجه نیستن استرس همزمان میتونه تستوسترون رو نابود یا باعث تقویت ترشحش بشه. تنها و تنها بستگی به شما داره. در کل استرس و ترس از ناامنی، جنگ، رابطه ها یا افکار توی ذهنت برات خوب نیستن. اینها رو از بدن بیرون کن و بریز دور. اما در عوض استرسی که برای کارها و اهداف بزرگت میکشی و استرس دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بزرگ زندگی استرس بدی نیست و باید پذیراش باشی. شماره 4، داروها. تا جایی که میتونید مصرف داروهای شیمیایی رو متوقف کنید. شماره 5، زندگی در منطقه امن خودت. اگر هیچ استرسی نمیکشی و تمام روزت رو پای گوشیت نشستی یا دائما نشستی و هیچ کاری نمیکنی، بدون در خطر بزرگ قرار داری. اگه میخوای
گند بزنی به تستوسترونت فقط کافیه تمام روزت رو بشینی و ریلکس کنی داخل منطقه امن زندگیت که هیچ خطری احساس نمی کنی بمونی. در ویدیو بعدی به بررسی 4 موردی که باعث افزایش تستوسترون خونتو میشه میپردازیم. اگر میخوایی در زندگی پیشرفت کنی و به سمت تبدیل شدن به یک مرد واقعی پیش بروید، فراموش نکنید ما رو سابسکرایب کنید و کمی عشق و لایک کردن ویدیو به ما نشان دهید. بدرود.